خواجه سبلی موفق از شخصیت های خیلی بزرگوارند و استاد خواجه سبلی انصار رحم الله هستند. مردم میره به نمازا، اینجا هر مسلمان هر مسلمان ها میره. بسته می کوچه خواجه عبدالمصر همگی به نام همی زیارت یاد میشه که تقریبا 3-4 مسجد جامع داره. به نام خدا، سلام خدمت همه شما بیننده‌های عزیز و ارجمند. امیدوارم حال شما خوب باشه. خیلی خیلی خوش آمدین به کانال یوتیوب سلیم مقیمی و بنده سلیم مقیمی است. امروز آمدیم به آرامگاه خواجه علی موفق و می‌خوایم گزارشی در این مورد داشته باشیم و معرفی بکنیم این شخصیت بزرگوار در هرات. آرامگاه خواجه علی موفق در مرکز شهر هرات، در واقع در ساحه چوک سینما رو به روی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات موقعیت داره. با ما همراه بشین این گزارش ردمن تا پایان ببین. عزیز، در کنار یکتن از جوانان عزیزی هستیم که در اینجی می باشن. سلام، وقت شما بخیر، معرفی بکنید. سلامت باشین. من بسیر احمد نام، من امام هستم به این مسجد خواجه سبلی موفق. بسیار عالی. امام صاحب، در مورد خود خواجه علی موفق کمی معلومات بدیم. من اموزر معلومات دارم که میگن خواجه علی موفق استاد خواجه عبدالله انصاری بود. ما هم بیشتر مزید اول سلام میگم بر بینندگان و شنوندگان عزیز شما، بر خصوص به خود شما صدمند باشین. خوشحال شدیم که از دیدن شما. معلوماتی که ما هم دارم، معلوماتی که در کتاب مزارات اولیای هرات آمده که خواجه سبلی موفق از شخصیت های خیلی بزرگوارند و استاد خواجه سبلی انصار رحم الله هستند. وقتی که خواجه سبلی از این مسیر تیر می شدن، میگه هیچگاه تیر نمی شدن که توقف می کردن به دعا و سلام می کردن به خواجه علی موفق. بسیار عالی. قدامت از این زیارت چقدره؟ یک معلوماتی داریم چند سال میشه اینجی هست و آیا مردم هم برای بازدید می آیند؟ تقریبا چیزی که با تاریخ ثبت، من معلومات بیشتر رو ندارم، فکر می کنم که 12 سال گمانم. بله، تاریخ دارم بیش از خیلی دیگه، تقریبا 12 قرن. آه، تقریبا 12 قرن. بله. و حتما خواجه علی موفق عالم بودند. من خودم از اونا اثری ندیدم. آقای بره گفتن پیش می یک اثری از خواجه سیف علی بن موفق است. معلومات بیشتری ندارم، ندیدم از اونا. بسیار عالی. دیده میشه که در این چند سال این بنا یک مرمتی هم شده، از جمله می بینیم به این قسمت که در واقع امو سنگ سنتی ایراد کار شده، لاجورد و امو خطوط مینیاتوری مخصوص ایراد. چند سال میشه که مرمت شده؟ تقریبا 6 سال یا 7 سال میشه. جناب آقای نظری صاحب تعمیر کردن، تعمیر توسط از اینا صورت گرفت. فاروق نظری؟ بله. نماینده قبلی پارلمان؟ بله، تقریبا برادر اینا جور کرده. بسیار خوب نظری. خیلی خوب. و اینجا نمازهای 5 وقت ادا میشه؟ بله، همیشه 5 وقت نماز ادا میشه. جماعت
مراجعین هم خیلی زیاد داره البته اینجا. و چون مرکز شهر و موقعیت خیلی خوبی داره نسبت به سایر آرامگاه ها. بله، نه تنها از هرات به اینجا بلکه از تمام ولایت به خواجه صاحب الموفق مردم میان زیارت میکنن، خیلی اخلاص دارن. و گفتیم احتمالاً گردشگرای خارجی هم شاید هر از گاهی بیاین. میان گاهی دیدمش از خارج البته زیاد میان. فکر میکنیم چقدر نیازه که بناهای تاریخی همین قسم نگهداری بشه، مرمت بشه و نسل ما از دوستان خدا، علمای دین و بزرگوارانی که در این خطه دفنن امروز چی درسی باید بگیرن؟ باید از اینا ما درس ادب، اخلاق، انسان دوستی، درس ادب بگیریم، مثلا دین بیاموزیم، چی رفتار نیکی که آنها داشتن و به فکر آخرت همیشه بودن و به هم نوعای خود احترام داشتن و همیشه دنبال علم و تعلیم بودن که چیزی بیاموزن و به دیگرها بیاموزن. بسیار عالی. خیلی خوب، اگه موافق باشیم خودش رو میریم داخل آرامگاه رو میبینیم، بیاییم با ما همراه بشیم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خداوند مغفرت کنه و خداوند تمام مردگان رو رویشان غرق رحمت بگردانه. امروز خوب آمدیم و سر آرامگاه خواجه علی موفق و اینجا یک سنگ مرمری هم کار شده با خط مستعلیق که تاریخچه اینا کامل روی از اون نوشته شده. یک معلوماتی بدیم، قبلنا که می آمدیم قسم بازسازی نشده بود ولی امروز میبینیم که بسیار پاک و تمیز مرتب رسیدگی شد. مجدداً عرض سلام دارم خدمت بینندگان شما و خود شما. سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند خیر بده آقای غلام محبوب نظریر که این ساخته نشده بود، یعنی تا سروا بود، بعدن تقریبا 6 7 سال پیش آقای نظری زحمت کشیدن این بساختن این گنبد و فرش و همین تمام امکاناتی که اینجا کار شده و شما میبینید تمام ایر او آدم زحمت کشیدن جور کردن. درسته. یک مشکل عادی که به اینجا به نظر میرسه حضور بیش از حد معتادینه. میشه در این مورد صحبت کنیم اگر مسئولین صدا شما بشنوم خواسته شما؟ من عرض سلام دارم خدمت مسئولین عزیز هم که ما بسیار اذیتیم از این که در روبروی خواجه صاحب علی ابن موفق این شخصیت بزرگوار و همچنین در مقابل اطلاعات فرهنگ و در مقابل شفاخونی حوزوی هیراد و در متن شهر هیراد بیش از هزارها معتاد همیشه به اینجا زندگی میکنن و بارها کفشای مختدیار، فرشای مسجد، اذیت نمازگزارها و همچنین لمشتی و کثافات از اینا واقعا مردم اذیت شدن. اگر مسئولین لطف کنن اینا رو جمع‌آوری کنن که یک بار دو بار به اوزی مربوطه هم اونا رو در جریان گذاشتم و به این روزها من وقت زنگ زدم گفتن به ولی صاحب بعد شما یک پیشنهاد بدین که امید است که ما این کارم کرده بتونیم که یک پیشنهاد مستقیما به استامجار صاحب بدیم که اینا رو ان شاء الله جمع‌آوری کنن. گفتیم که کفشا مختدیار و سرنماز بودن بردن، دیگه چی بردن؟ از اینجا بارها فرشای مسجد ما معتادین برده، کفش مختدیار که هر شب دزدی میشه، هر شب
یعنی ما بسیار استثناء داریم که یک وقت عصر شام نماز خونده باشیم یک جوره کفش گم نشده باشه. خود از این باعث میشه که مردم کمتر باز به مسجد بیاییم چونه مو ترس و دلهوره. آره او هم خب سر جای خود که کفش میبره خیر نفر پریشان میشه، او سر جای خود. وقت شما به این بلوار میرین باید این جگاه بهترین گلها میبود، بهترین درختای میبود، سرسبز میبود و تماما این در حالی که ریاست شهرولی زحمت کشیدن نوالچونی کردن اما به ظرف یک هفته اینا کاملا از بین بردن و نابود کردن. خیلی خب، خدا کنه توجهی به این قسمت هم صورت بگیره. خب حالا میریم بخش های مختلف یارانگار، میبینیم که جای زیبایی داره، جای سرسبزی داره و همچنان مسجد. سلام، وقت شما بخیر، معرفی بکنید. محمد عارف هستم، یک از شهروندان شهر ایران. محمد عارف جان، هفته یا ماه چند بار به آرامگاه خواجه علی معفر میاییم و به چی هدف میاییم؟ بیشتر اوقات ما که در همین مسیر باشیم یا جای دورتر هم اگر باشیم بازم همینجا جای آرام یا جای بسیار خوب پیر بزرگوار، چون عقیده خاص ما به می اولیاء الله داریم، میاییم همینجا نماز پیشین یا نماز عصر میخوانیم، بعضی اوقات جماعت میشه اینجا که میرسیم به وقت شام اینجا نماز رو میخوانیم. دیگه روحن آدم آرام میشه در اینجا که میاییم، یک حس دیگه داره، یک آرامش روحی برای آدم پیدا میشه. در همی مثلا بیشتر اوقات ما به چیز هم میریم، به زیارت های دیگه هم میریم، مثل شاهزاده عبدالله، شاهزاده عبدالقاسم. این زیارت های قدیم را اولیاء الله که دفن مادم میره، یک احساس دیگه برای آدم پیدا میشه، یک آرامش روحی برای آدم پیدا میشه که این آدم نمیتونه که بروز بده یا تعریف کنه دیگه. دفع پریشانی. ولی خب یک بس اینه که همه مسلمانان بیشک همیشه به خاطر خدای بزرگ به عبادتگاه ها میرن تا عبادت خداوند بکنن، ولی در عبادتگاه دوستان خالص خداوند. بشک. ما بعضی کسای آدم میشنوه که میگه من فلان زیارت رفتم و چیزی خواستم، نمیگه که چیزی از کی خواستم، چون ما خو خالی از گناه نیم، گناهکاریم. ما میتونیم بگیم که الهی به حرمت هروای امی بزرگوار ما را هدایت کن، ما را گناهی کردیم، گناه ما را ببخش، برای راست ما را هدایت کن. ما میتونیم که چون اینا پاک هم، اینا اولیا هم، اینا به جا رسیدم، ما میتونیم توسط از اینا به خدای خو التماس کنیم که خداوند متعال ما را به برکت روح از اینا گناه ما را ببخشه، ما را گناهی داریم ببخشه و برای راست هدایت کنه و تمام مسلمین را از این غمهایی که ما و شما ببینیم، جنگ و جنجال و پریشونی و اقتصاد ضعیف اینا را خداوند نجات.
این مکان از به نام جامع صاحب یاد میشه، جامع عبدالرحمن صاحب جامع. اینجا که است تانگ مولی میگه اینار. بعد از او این زیارت که شما میبینین به چشم خو، این زیارت از مولانا صاحب عبدالرحمن جامع است. او زیارت او برای که شما میبینین او زیارت از استادشیه، ولی این زیارت که شما میبینین این زیارت از ملا عبدالغفور اخوند مولایی یا مولانا جامسه. او دو زیارت از استاد شاگ از خوارزاده های مولانا صاحبه. دیگه این منطقه منطقه خوبیه، این مردم های خوبیه، این زیارت بسیار یک زیارت تاریخی خوبیه. 540 سال این وفات شده که تاریخ داره. ما شما مقصد این افغانستان، ما شما که هسته، ما شما زیارت ها رو دوست داریم، دوستای خدای از روی از زمین زیارت ها هست که ما شما تا حالا به همی منطقه، به می افغانستان، به این 40 سال 42 سال جنگ ما شما تا حالا فیروزیم. الله ای پا خودش نظر خور بکنه. شما افغانستان همه مسلمان هاشی از زیارت دوست داریم، زیارت ها دوست خدای همیشه اینجا شلوغ همید هم کرد. شما مادرین به همین تو وقت مادرین که حالا هیچ کس نیه وقت نمازه، که مردم میره به نمازه اینجا، هر مسلمان ها همه مسلمان ها میاه. مقصد نیات و مراد چیزی یه نیست که زیارت بر ازو چیزی بده. نیاتش همیه که ای حلا بروی این دوستای خود همین مشکل ما رو حل کنیم. ما شما به همی تمشی داریم دیگه، اعتقاد داریم به همی، به همی زیارت ها و به همی خاک خود، به مولا، به همی چیای خود، به پیغمبرای خود، به این دوستای خود، به همیشه ما شما اعتقاد داریم. Thank you.
اومدیم به آرامگاه خواجه عبدالله مصری در شهر قدیم یا شهر کهنه هرات باستان. فعلا ما در جوار آرامگاه این بزرگوار هستم و ای که خواجه عبدالله مصری که بود، بیشتر هم صحبت میشیم با یکتن از عالمان دین که در اینجی مصروف هم هستن، تا ای که از طریق گزارش بتونیم معرفی بکنیم و بگیم که در هرات چی بزرگانی میزیستن. دوستای عزیز، در کنار ملا امام این مسجد و این زیارتگاه هستیم. سلام، وقت شما بخیر، مونده نباشیم، میشه خود معرفی کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا بخشنده و مهربان. اسم غلام سخی، ملا امام مسجد خواجه عبدالله مصری. ملا صاحب، در مورد این زیارتگاه میشه برای ما کمی معلومات بدیم، خواجه عبدالله مصری کی بود؟ خب طوری که من معلومات دارم، این زیارت به نام خواجه عبدالله مصریه که در اصل خو از مصر شریف بوده، ای که به جهاد آمده بودم یا دیگه شکلیده همینجی آمدم و وفات کردم و مرقد اینا همینجی به اینجا دفن شدن. دیگه تو تاریخ دقیق اینا یاد منیه احتمالاً دیگه نویسنده شاعر عالم دین چیزی بوده باشه. ولی بودم من تا اینجا روی از این قبرها یک سنگایی بوده که تاریخ هم نوشته بوده، بسیار نوشته های خوبی جالبی نوشته بوده که به اثر بعضی این تو مشکلات ها و بیبندباری ها اینا به سرقت برده شده بوده. درسته. قدامت ازی به چند سال میرسه حداقل زیارت تقریبی هم اگر بگیم؟ این تقریبی دیگه یاره چی بگم، یاره تقریبا این تو به 300-400 سال هم شاید برسه. ولی درسته، پس قدامت بسیار زیادی داره. و ازی بگیم که اینجا مسجدی هم هست یا نه تنها یک زیارت گاهی، بیشتر محیط معرفی کنیم؟ بله، اینجا اول خود زیارت بوده، زیارت خود خیلی سابقه زیادی داره، مسجدی و جدیده. این تقریبا 30 سال پیش یا 35 سال پیش اینجا مسجدی شده و کنار ازی این مرقد مبارک مسجدی هم هست و تقریبا 40-50 خانه هم مربوط از این مسجده. بسیار عالی. از کوچه خواجه عبدالله مصر هم بگیم، به مین نام یاد میشد بخاطر همی زیارتگاه؟ بله، همی بسته همی کوچه خواجه عبدالله مصر همگی به نام همی زیارت یاد میشه که تقریبا 3-4 مسجد جامعه داره و چند مسجد 5 وقت داره، همگی بسته به نام همی خواجه عبدالله مصر یاد میشه دیگه. بسیار عالی. شما اینجا بچه خونی هم داریم درس میخونن؟ بله، ما اینجا بچه خونی هم داریم، دارالحفاظ هم هست، بچه خونی هم هست و صبح طالب هم مسجد داریم، همه چیز هست انشالله. بسیار عالی. علاقه مندی نسل ما فعلا چی رقمه به فراگیری علومی که در مسجد شریف دنبال میکنه؟ هست انشالله دیگه، به خصوص مردم هرات خود دیگه همیشه اوقات اون عاشق علم و عرفان هم بچه ها اینا هم از ذکور اون هست، اینجا بچه ها هست بسیار علاقه منده خاصی دارن به طوری صحیح و درست. اینا همیشه اوقات به حتی به جماعت ها بسیار می آیم به مسجد، ما انشالله گله و شکوهی نداریم. بسیار عمالی. خب بریم امیت مولا صاحب، خود شما خدم زده جلو بریم. در زیارت ها ما چنانچه در دین مقدس اسلام داریم، برخی ها دست به بدعت و نوآوری می زنن. من چند تا سوال دارم که شما از منظر دیدگاه اسلام میشه به او پاسخ بدیم. مثلا نمی گلوله های گله که می بینیم به خاطر مخچه و اینا میارم سر زیارت و اینا،
یا بعضی بدعتا دگی، یک تعریف کامل امیر بکنیم، یک روشنی بندازیم که چی کارا چی آداب باید رعایت بشه وقتی آدم به یک زیارت میره. در زیارت چنانچه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن، گفتن که دفعه اول من شما رو نهی کردم از زیارت علافه زروا فناتس که الاخره، شما بریم زیارت کنیم به طریق که زیارت یاد آخرت انسان میندازه. اما بعضی کارهایی که مثلا در بین مردم رواج داره که اینو اصل شرعی ندارن، مانند گلگل لکدن که زیارت ما مثلا رواجه که مثلا اینا میگن ما تجربه داریم برای مخشه و اینا که مخشه خوب میشه، اینا اصل شرعی نداره، درست نیه، یا خورده وردشتن و یا خوردن خاک از و یا ایتو چیزا از نگاه شرعی درست نیه. که بازم مردم به ایتو چیزا ما بسیار گفتیم و با حرف هم بعضی نمی کنه دیگه، به خصوص خانما میام گل گلولم کنم یا وجون درخت ها مخلط میکنم که اینا کارها از نگاه شرعی اصلی نداره. درسته، یعنی به ایچ عنوان فایده هم نداره اینا. نه دیگه، اینا فایده خو نداره. اگر ظاهرا فایده داشته باشه بازم برمیگرده با همو قبلان که یک کسی به نام چشموره داشت، در گفته به پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته اگر هر وقت که به چشمو میکنم چشم آرام، وقتی که برمیدارم چشم درد میکنه. گفته اگر زمانی که تو میگذاری به چشم خو شیطان کار نداره، وقتی که چشمو برمیداری شیطان میزنه به چشم تو تا اینکه تو به این کارهای بد عد رو بیاری. یعنی در غیر از او درست نیه. خود بدعت چی جایگاهی داره در دین و کسایی که دست به بدعت میزنن آیا گناهکار میشن؟ بله، بدعت یک چیزیه که ما باز بدعت به دو قسم میکنم، بدعت حسنه و سیئه دارم. بدعت حسنه امینه که مثلا مثل نیکوی مثل بنارس و مثلا چیزایی که در زمان قدیم نبوده، بعضی مدرسه ها و اینه ای مثلا جنازه جا و ایتی چیزا که تیارمونه. اما بدعت های سیئه از نظر شریع درست نیه و نماز هم پس سر از اونو حتی صحیح نیه. همه کارهایی که در دین اضافه میشه که پیغمبر رو به طور جدی از اون منع کرده. درسته، ما شنیدیم که در جوار آرامگاه خواجه عبدالله مصری یک چشمه شفای بود از قدیم، همین رو هم قصه کنیم فعلا هم هایو هست یا نه و چگونه شفا میداد؟ خب دیگه زمانی که خود من بیامادم یک چشمه دوری که بزرگترها قسم کردم، گفتن اینجی چشمه بوده که تقریبا دو زینه یا سه زینه میخورده دست میرسیده به او. بالاخره که او پایین رفته و بالا با چای شده بود، چای تو سنگکاری دوی شده بود، به دست او بالا میکشیدم. چند وقتی باز چوپمپه شد، باز چوپمپه یک سال دو سالی چوپمپه بود. بعدا باز همی جای از این چشمر چای عمیق زدم، پمپ تا کردن فلان به همون شکل او بالا میکشم. از این چشمه به نامی شفا میبرم، مثلا میخورم یا دانه چیزی جان خور میشورم دیگه. او تو گفته نمیتونم که اینجی چی گونه شفا بوده، یعنی همیتون به همین نوم به واسطه کنار زیارت بوده به نام شفا یاد شده. درسته. در مورد بزرگانی که در هرات دفنن، خب هرات رو به نام شهر اولیا یاد میکنن، کمی یک معلومات کلی در مورد هرات بدیم که چی بزرگوارای در این شهر زندگی میکردن در گذشته ها که فلان رحلت کردن و وفات کردن، و این شهر چقدر معنویه؟ خب دیگه میگه چیزی که عیان حاجت به بیان نیه. ببینه جمله خواجه عبدالله انصار، خواجه عبدالله مصری، خواجه غلطان که از قرار شنوش که وقتی که خواجه غلطان بیامده بوده به میر داوود که برسی داره، از او گفته که این خاک سی که دفته بسته خاک اولیای ما چگونه پاخور بگذارم؟ میگه غل به زمین ای تو غل خورده آمده، تو غل خورده تو بیامده که به جا خو به همین جی دفن هم بشده. یعنی او میفهمیده که واقعا این جی خاک اولیای، ما خو نمیفهمیم، این بزرگا میفهمه. درسته. و همچنان خواجه علی موفق که میگن استاد خواجه عبدالله انصاری بوده. بله، خواجه علی موفق دیگه، خواجه محمد تکی، خواجه عبدالله انصاری، بسیار زیارت به اینجا دیگه، زیارت خواجه جامعی صاحب میشه. از این زیارت بگیم که یک گوشه چپتری هم هست و طوری که دیده میشه مثلا خیلی هم رسیدگی نشده به اینجا، فکر میکنیم نیاز داشته باشه برای بازسازی و مرمت تا ای که حالا مردم برای بازدید بیایم، یا مثلا این یک جای ساخته بشه که امی سوانه و تاریخچه و آثار خواجه عبدالله مصری اینجا نصب بشه و بازسازی بشه؟ با
بله دیگه، حالا خود شما میبینیم اگر شما کمره خورده دادیم به این طرف ببینیم که خاکا اینا چقدر شریده. مثلا اینجا اگر چی که در زیارت در نگاه شریف بنا کنیه، بنای لازم نیه دیگه، اما حتی گاج سه اینه باز چون که اینا بنا تیار کردن بخاطر ایجی همین بزرگوارا همین تاریخ از اینا زنده بمونه و بنا اینا زنده بمونه، باز هم این بازسازی ایجی کاملا خیلی نیازه. باشه ما کامل خورم بیاریم که ببینیم نشون بدیم. بیایم شما بیایم این بخشای از زیارت رو میبینیم که فرو ریخته دگاه تخریب شده، اینا چپه شده و بلوم میده. خشتای پرواریه، اینا خیلی خشتای پرواریه که یعنی به یه قالب بالا فلانی وجود نداره، اینا زمانای قدیمی بوده. اونتا اینا هم یالا او زمستون که هسته او میایه، مثلا از امقد خشتا میایه و داخل زیارت میایه، او هم میایه به اینجا. ولی او میشه روی طرف میایه و داخل مسجد گلا میایه و پین میایه، بالکل دیگه مسجد خیلی به عذاب ما دست همیمی و گل و اینا در زمستون که از پشت زیارت پین میاد. حتی اگر این بازسازی بشه میشه اینجا یک کتابخانه ایجاد بشه، آثاری از بزرگای ایراد به اینجا گذاشته بشه، تا اینکه گردشگر خارجی میایه یا خود مردم هم از دیگه ولایات میاین معلومات کامل تر بگیرن. بله جا داره، جا داره، نیاز به این کارا هم داره، چون که در وسط شهر قرار داره اینجا. یعنی اگر مثلا نمی امکانات و اینا فراهم بشه انشالله همگی بازدید زینا میکنم، چون که دور و بایشه قرار نگرفته دیگه. درسته، و خود این تاریخ ایرات هم زنده نگذاشتن. آه بله بلکن. خیلی خوب، انشالله که هر کس که بتونه سهمی بگیره بسیارم با ارزشه. اینجا دو تا مقبره دیگه معلوم میشه در این مورد هم معلومات دارم؟ بله اینو مقبره های مردم عادیه، غیر از اون مقبره دیگه که این به نام ابن امین یاد میشه. ابن امین بله، در روی که می تابلو که نوشته خواجه عبدالمرقد خواجه عبدالله مصری و ابن امین. ابن امین هم این هم تاریخ قدماتی زیاد داشته و همچنین این هم جمله بزرگای یاد میشه. در ازی می محبته دو تا قبر دو تا زیارتی مثلا از اون بزرگوارا گذشته، باز دیگر ها که هست از این مردم های مثلا عادی و مثلا از اون همسایه ها اینا بده. درسته، خیلی ممنون ملا صاحب، تشکر که معلومات همه جانبه دادیم. در پایان اگر گفتنی داشته باشیم برای وطنداران، ما میتونیم جلوتر گفتنی داشته باشیم برای کسایی که این برنامه رو میبینن و اگر خیلی شاید تمایل داشته باشن که در قسمت بازسازی از این بنا سهم بگیرن، چی گفتنی داریم، چی پیام داریم؟ میشه همینجا بسته که خب دیگه ما گفتنی دارم، اگر کسی میبینه به تودیسه علاقه مندی بزرگای و زیارتای باقی هم میمونین دعا کنه، و بعد از دعا اگر میتونه کسایی که دست اینا میرسه مثلا در رابطه به مساجد و مثلا زیارت ها و عبادی از اینا کمی دست خور مثلا به طرف از اینا دراز کنه و صدقه کنه. تشکر. به نام خداوند باشند و مهربان. سلام خدمت همه شما بیننده عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال شما خوب باشه. خوش آمدیم به کانال یوتیوب سلیم مقیمی. امروز آمدیم به آرامگاه خواجه غلطان ولی، یکی از زیارت‌های بسیار معروف هرات که قدامت 1000 ساله داره و یک ویژگی که این زیارت و این آرامگاه داره اینه که مردم به اینجی وقت سر خور میگذارن قل میزنن.
و تعبیرهای مختلفی هم داره. قصه‌های جالبی داریم در این گزارش، ما رو دنبال کنیم و این گزارش تقدیم به عزیزایی که خواستار ازی بودند که ما بیاییم به زیارت و گزارش از اینجا داشته باشیم. دوستای عزیزی، برادر ما غل زد، جالب بود، دیدیم که به چه سرعت غل زدم، خیلی هم تیز. از اینا باشه که سوال کنیم چی رقم بود؟ لالا خوبی؟ صدمن اسم تو چیه؟ میراقا. میراقا جان چی رقم بود؟ دمه کششتی چی دعا کردی؟ آیا خود تو غل زدی؟ امیت خود تو غل افتدی؟ ام کششتی ممی یک الحمد خدیدی قول ولا خوندیم بدن غل دادم ما که ما غل زدیم نمیفهمیدیم، امیت خود به خود امیت غل میخورم. تا حالا چند دفعه به این زیارت بیامونیم؟ تا حالا 5-6 دفعه بیامونیم. مر 5-6 دفعه غل زدیم. درسته. چی نیت میکنی وقتی میشینی؟ امین نیت میکنیم قول والا دو قول والا خدای اگل هم دو میخونیم. امین کسی که مریض چیزی داشته باشه دعا میکنم خدای. یعنی ایت آروزو یه چیزی هم میکنی که مثلا وقتی میشینی که خدای مثلا مشکلات مالی مرال کنم؟ میگیم. تشکر. علیکم السلام برادر گرامی، مقدم شما را در زیارت خواجه صاحب غلطان ولی تشکر میکنیم و خداوند اسلام پیروز و دشمنان اسلام را ناکام بگرداند. سلامت باشیم. اسم شما چیه؟ اسم من حفیظ الله ولد محمد فقیر، از ولایت ایراد و رسولی گذاره کوچه سی افشان میباشم. درسته. چند ساله که به این زیارت میاییم؟ من فقط این برج سیومه، اول برج حمل ما به این مکان بیامدیم، همیجه نگوانم انمی و محترم از می حجی محمد دین خان میگم، از خواهد مردم های دره هفت سال میشه پیشیانم. وقت خورد بودیم هم به این زیارت بیامدیم؟ نه دیگه هیچی نه آمدم. به این تازگی آمده؟ آه میمی تازگی آمدم. بله درسته. گاه وقتا میایم به اینجا بیم؟ بله گاه وقتی میایم همیجه یک نیت پیش روی خواهجاتی مریضی یا مشکلات آخرت یا زیارتی که باش پیش روی ما میایه یک نیتی میگیریم، اگه نیت ما انشالله به جا بیایه از اونجا هم تو راسته قلب میخونه رو به این طرف که دوربین اینا هست. اگه تو بود مشکلات ما مثلا کم پیچیده تر بود، چپ قلب میده یا راست قلب میده، میبر او برمیار یا او برمیار. شما عقیده داریم مثلا؟ مثلا می قدر داریم که می خواهد صاحب غلطان ولی هست، استاد خواهد صاحب انصار به سندی 25 سالگی خواهد صاحب انصار رسیدن اینا فوت کردن. اصل میگن که از دهنه میرده بود قلط زدن، نیه دهنه میده از دهنه خواهد صاحب مختار سید عبدالله صاحب مختار که به اونجا از اونجا قلط زده بیامدن، همین یک تجربه ای شد به مردم، از اونجا فیض دیدن، بره دیدن، خورسندی دیدن، کامیاب شدن. نمیر پیش رو خونم تا هر کس ببینجی که میای، خواه علما بیای، خواه فضلا بیای، خواه کسایی که مثلا دست پیر دارن، خواه مردمی عدی که مسلمان ها بیان، همیجی قلب میزنن. بعضی تون قلب میده، بعضی کم قلب میده، بعضی شب قلب میده، بعضی راست، بعضی راست قلب میده رو به عدی قبله. درسته. و همین یک چیزش شگفت انگیزیه، شاید بعضی از بیننده متصور کنم که شاید خود آدم میت قلب بخوره. نه او گپ هیچ وجود نداره، فقط همین دفعه اول خود امی الحمد شریف و سقول الله شریف که میخورین دست اخر برو خو میگیری پای راست بالای چپ پای قلب میدی، هم یک دفعه خور حرکت میدی همین تو بی اساس میری که هیچ خور گرفته نمیتونی. من زیاد دیدم همینج برادرها بیان دادیم طالبا اینا یا دیگرا بیان همینج قلب زن، بعضی رو همین قلب داده که قلب زونه مرد که اون مرد که به جلوی استاده بوده اور به قلطونده نمیتو قلب میده عادیشه. باز بعضی قرار قلب میده دو این برادرهای که حال قلب دادن. ولی جالبه، خیلی خیلی جالبه. و شما دیدگاه دیدم که از دولت ها خارج همین روزا پیش همین هفته قبلی آمده بودن اینجا
دیتی به اصطلاح گردشگر ولی همینجا قلد زدن اون رو قلد داد عجب تعجب کردن ها اشاره میکرد که همین گیج میشه سر مدل من چی میشه اون رو قلد داد ولی ها دیگه نیت اینا خود اینا میفهمن که چه رقم بود ولی ها قلدی تا میشه که بشینی قلم نره نه او تو نمیشه فقط تجربه همینه خصوصیت همینه که باید سر خور بگذاری پشتکا خور بغلتون دست خور بر تیر خور بگیری الحمد شریف سه قول الله شریف که بخون دست پای راست بالای پای چپ ان اینا که بعد از نیت که داری یا اخرویه یا آخرتی یا آخرتی یک نیت که میگیری بعد هم که عقل بزه دیگه تو قلب میده بعضی برادر رو بسیار تون قلب میده بعضی کم قدتر قلب میده این امینه ولی ها به آرامگاه شاهزادگان یا زیارت شاهزاده ها که در واقع از مکان هایی که بسیار معروف در ولایت هرات و اینجی بزرگوارانی از سالیان سال میشه که آرامیدن و در واقع از هر جای افغانستان و تا از خارج کشور مردم برای بازدید از این زیارت میآیند. در ادامه با ما همراه باشین، میریم تصاویری از داخل آرامگاه شاهزادگان میبینیم و بیشتر در این مورد معلومات میدیم. شاهزاده عبدالله ابن معاویه ابن عبدالله ابن جعفر طیار اکابر و اقطاب در علم ظاهر و باطن سرآمد روزگار بود. نظر به تبلیغ دینی و نقش ارزندهش سرانجام مجبور به اجرت به سوی بیرجند شد. در اخیر نظر به خواهش مکارنه شیبل ابن تعمان به هرات برگشتند و به اساس دستور ابو مسلم مروزی توسط شیبل به شهادت رسیدند و سر مبارکشان به ابو مسلم فرستاده شد. در سال 134 هجری شیبل به مریضی عظیمی دچار شد و مرد. آوردن که در هر جا مدفون می کردنش خاک او را قبول نمی کرد و سرانجام در پایین مزار شاهزاده شهید مدفونش کردند. سلام مونده نباشیم خوبه؟ هشتنم خوبیم جان شما جوره شما اسم شما چیه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من بنده بسیر احمد ولد غلام سیخی از مارابات فعلا به شهر هرات نشست. من به شهر هرات دروازی ایران من ملنگم میایم گاهی به می زیارت شاهزاده. همیشه میایم اینجا ششته ایم شاهزادگان که پسر شاهزادگان که بچکاکا اینا پشت سر شاهزاده قاسم اینا شاهزاده عبدالله پسر ابو تی فکر من برفت اولاد صحابه گرام هم برازده حضرت علی رضی الله تعالی عنه. درسته. شما چشما شما چی مشکل داره؟ برای شما اتفاق افتاده؟ بله از ضربه خوردم از بالخانه بفتادم روی بمبا بفتادم تاثرها فعلا از دو طبق افتادم. مدت 6 سال میشه نابینایم مطلق هیچ چی نمیبینم. نمیبینی؟ نه. باز به مو خاطر شاید کارم به شما پیدا نشده باشه بیامدیم به مو پیدا نشده نمیگیر اگر مثل اونا یک کمک چیزی که اگر بکنم من نمیتونه روزگار مبهم غریبانه و ملنگانه تیر میشه. بله مشکلات زندگی هم شاید زیاد دارم. خیلی مشکلات زندگی فعلا زیاد دارم. چند اولاد دارم؟ 7 دون اولاد دارم 3 پسر 4 دختر. درسته. اونا هم کار میکنن؟ بچه کلون من 12 ساله بمی بخشی مصطفی شاگردم هست. مکتبم صنف 4 اول نمره هم هست. خب به درس و تعلیم هم پیش رفته. دیگه بچه هم از 12 به پایینه. بله مثل 10 ساله 8 ساله 7 ساله 6 ساله 4 ساله نمیده. درسته. از این بگیم که شما به اینجی میاییم مردم هم کریه هم میکنن کسایی که به زیارت میاییم نگه روزانه که میام 50 روپی یا 100 روپی یا 60 روپی پول گیر میایی یک سه چهار تای نون گیر میایی همو هم تا روزگار خوب حتی خدا من میچلانه دیگه میسازم یک شای نون چایی یک بروتی اشکانی. درسته. تشکر از شما. خیلی ببخیم یک شیری هم به ناشام شیر؟ عالیه بخونه. از چلی چشمه بریزد بر مزارم آبی سر تا عجایب ها ببیند اهل دنیا چی کرد هم از این بقعه مرا بهر خدا بیرون کنید فوق پشت تحت برج شیخ علی مدفون کنید مردم و اولاد دولت با مای ملا احمد با ادب بیرون نمایید جسم من را از لحد از شمال و جنوب خلق را سازید خبر تا که ببیند مرا پیر و جوان با چشمی سر گنبدی سبز و سازید از برای احترام تا که گردد مستقینا در مزارم خاص و امگوی چغزی بسازید با چلدی کی قلور که تا نوشی جان نماید شل و لنگ و گنگ و کور فیض و بخشم باری هر کس از روی ملا سخی چون که او عالم بود و هم صوفی و هم متقی. بسیار زیبا. دیگه هم شعر بلد؟ دیگه فکر ببینن همون دو باز فکر. زیبا بیلن باز انشالله خیر باشم. تشکر از
عبدالغنی معلم بود، معلم متقاعد، مدت 48 سال من معلمی کردم در همی خاک افغانستان. وقتی میشه 20-25 سال میشه که من به همی ساحه بزرگوار آقای امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه به جوار از اینا نظر به تاریخی که بود، نظر به گذشته هایی که بود، نظر به زحماتی که کشیده بود، چون او استاد بود در زمان خود، استاد خواجه عبدالله انصاری هم بود و به زمان مولانا عبدالرحمن جامی هم همین زمان امام فخرالدین رازی همینجی بود، به همینجگاه حجره داشت، اینجگاه طاعت و عبادت میکرد، به نام خدا طاعت میکرد. بعدن که او از دنیا عمری تکمیل شده بود، خاطرات خیلی خوب و خوشی از خود تا به الهان تا به قیامت خاطرات نیک از او و از زحمات از او و برکات از او به پیش مردم فراموش نشدنیه. ولی این ساحه ساحه بود چندین مراتب، این هموار شد و زیارت بمباردمان شد. بعد از آن همه مردمان خیر و خیراندیش اینجاها آمدن. پس چنانچه که همه سلاحی که مال فعلا موجود است، سلاح در زمان خود امام فخرالدین رازی بود، به طرف جنوب از این حجره مبارک بود. اینجاها طاعت میکرد، شاگردهایی داشت که به مدرسه میرفت، به این پای منارها به مدرسه جامی سای اونجگاه این استاد بود، درس میداد. عالم خیلی درستی، شخص خیلی نیکی، از جمله دوستان خدا بود، آدم پریزگار و تائبی بود. ولی در این زمان که حالی از مردمان زحمتکش و تائب کمتر قدر میدم، چون اینا مردمی شدم که از خود از زمان امام فخرالدین رازی هم کرده محترمتر میشنم، ولی او دوست خدا بود. جلال جلاله او همه قدر دوستایی داشت که اون مولانا عبدالرحمن جامی بود، حضرت خواجه صاحب انصار بود و پیر بزرگواری بود، چندین پیر دیگه به این کوههای طرف جنوب و شمال اینجاگا طاعت میکردم، دوستای خدا بودم. همه به یک جا به شبای جمعه اینا جمع میشدن، اینجاگا حلقه ذکر خداجویی میکردن و طاعت میکردن. الان هم کمی اثر و علامه مثلا قبر مبارک که هسته به میجگاه مبارک دفن مولانا صاحب عبدالرحمن جامی بلند، او هم میجگاه دفن خواجه صاحب انصار هم به خواجه عبدالله انصاری او مبارک اونجگاه دفن. دیگه پیرهای بزرگ دیگه ای بود که مولانا اسفنج بود، به طرف جنوب هرات زیارت خیلی بزرگواری، شخص نیکی بود مولانا اسفنج. او هم از دوستای بود که هم نشین مولانا عبدالرحمن جامی و هم نشین امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه بود. مردم عقیده کاملی به سر این زیارت بزرگوار دارن و مثلا روزهای پنجشنبه میاین اینجاگا دوستای خدا اینجاگا طاعت میکنم، عذر میکنم، توبه میکنم، استغفار میکنم که تا خداوند اینا رو ببخشه. و تفیل از اینا از این مردم هم خداوند در رحمت از این به جلو تمام بندگانی واس بود و اینا مردم به دین اسلام راهنمایی میکردن و طاعت دینی به شاگردها داشتن، مدرسه ها داشتن که اینجا درس میدادن.
این بود سرگذشت خواجه صاحب و سرگذشت مولانا صاحب عبدالرحمن جامی و سرگذشت پیر بزرگوار امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه. زیادتر اگر مسته باشیم، من کتاب دارم، هم کتاب را به دست را شما میگذارم یا میخونم، یا شما پیشتر اگر میگفتیم من مطالعه میکردم تاریخ زمانی که درس میداد، زمانی که چی بود و او تاریخ را برای شما میدادم. ولی همه قدر دوستان خدا گفته خدا نباشند، یک دم ز خدا جدا نباشند. اینا همه تا دوستایی بودم که همیشه با خدا بودند و مردم را به دین مبین اسلام دعوت میکردند. این حالی هم که است، همین مردم اگر عجز کنم، اگر زاری کنم، همه امراضی که در روی زمین خدا بنام مرض کرولا یا مرض تاون یا مرض تبرکلوز، این امراض های نظر به گستاخی بندگان خدایی نمیشه، اما در رحمت خداوند به روی بندگانی بازه و من الله توفیق. ما خدا سلام خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال شما خوب باشه. مثلی مقیمی هستم، خبرنگار در هرات، و امروز میخواییم گزارش معلوماتی داشته باشیم از مصلای هرات یا منارهای تاریخی این ولایت باستانی. پس تا پایان این گزارش ما را همراهی کنیم. وارد ناحیه پنجم شهر هرات می شوید، نخستین چیزی که در مقابل چشمان شما خودنمایی می کند ستونهای بلند آجوری هست که معماری و ساخت آن با همه ساختمانهای بلند تاریخی دیگر متفاوت است. از ارتفاع این ستونها گرفته تا موادی که برای ساخت آن استفاده شده و کاشیهای لاجوردی که هر روز تعداد آنها کم می شود، از دیگر ویژگی های منحصر به فرد این برج هاست که آنها را نسبت به سایر ساخت و سازهای قرن آذر متمایز می سازد. منارهای هرات یادگار اوج شکوفایی هنر دوره تیموری هست که تا هنوز به عنوان نگین هرات پا بر جاست. ولایت هرات به عنوان نگین خراسان در قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری در دوره تیموریان
شگوفاه‌ترین مرحله تاریخی خود را از نظر گسترش هنر، ادبیات، علوم، عرفان و صنایع دستی و معماری سپری کرده است. این منارها توسط ملکه گورشاد در اواخر قرن 15 میلادی طرح ریزی شده و تحت نظارت او ساخته شده است که در طول تاریخ از آن با عنوان یکی از افتخارات هرات یاد می شود. امپراتوری تیموریان در هرات توجه خاصی به احداث بناهای تاریخی مانند مساجد، خانقاها، کتابخانه ها و سایر اماکن فرهنگی داشتند. با این وجود، گوهرشاد بگم همسر شاهرخ میرزای تیموری برای اولین بار در سال 820 هجری قمری پروژه احداث مصلای هرات را آغاز کرد و این مصلا شامل مدرسه، مسجد جامع گوهرشاد، مدرسه و خانقاه سلطان حسین بایقرا، مسجد جامع امیر علی شیر نوایی و مانند آن می باشد. منارهای هرات توسط ملک گورشاد در اواخر قرن 15 میلادی طرح ریزی شده و تحت نظارت او ساخته شده است. در حال حاضر در میان این منارها امروز تنها مقبره‌هایی از سلطان حسین بایقرا، امیر علی شیر نوایی و گورشاد خاتون باقی مانده است. از مصلا و مدرسه اما خبری نیست. هرات در این امپراتوری گردشگران فراوانی داشت. پس از مرگ تیمور و حکومت شاهرخ بر هرات تا دوره سلطان حسین بایقرا و وزیر او امیر علی شیر نوایی و حمایت این حاکمان از هنر، هرات مرکز هنرمندان و صنعتگران بود. روزگاری که کاروانهای مختلفی به سمت هرات می آمدند، این منارها بودند که آنها را به سمت شهر رهنمایی می کردند. این منارها به هر تازه واردی اقتدار حاکمان تیمور شاهی و توجه خاص آنان به ساختن بناهای زیبا و هنر معماری را به رخ می کشیدند. Thank you.
تشکر که با ما همراه بودین و این گزارش رو تماشا کردین. اگر پسند کردین با دوستا خوب اشتراک بگذارین. اگر نکته نوی داشت و آموزنده بود حتما دیدگاه برای ما بنویسید. وقت شما خوش. خدا نگهدار.